درود بسیار به شما یاران و همراهان و بینندگان ایران فردا. امیدوارم هفته گذشته رو با برنامه‌های ما به خوبی سر کرده باشید. حداقل برنامه‌ای باشد که مورد عنایت شما قرار گرفت. گزارش ماه پیش جیلویز رو باز می‌دیدم، خیلی خوشحالم. اونایی که ساتلایت ندارن حداقل از طریق جیلویز همراه ما هستن و روز به روز تعداد بیشتر میشه. عطای معینی عزیزم خیلی مراقب تلویزیون ماست و از این بابت از او سپاسگزارم و همکاران عزیزش. نمیدونی آدم، ناصر امینی یه روزنامه‌نگار قدیمی، کسی که دادگاه زندیات دکتر مصدق رو گزارش کرده، اولین سفر شاه به هند همراهش بوده، خبرنگار رادیو بوده، روزنامه باختر امروز و و و بعدم یه دیپلماتی که سرکنسول بوده پاریس، دبیر اول بوده و کاردار در بلغارستان و جاهای مختلف در مغرب، در جاهای مختلف. نظر لطف زیادی به من داره و به ایران فردا و میگفت، اشاره میکرد که خب تلویزیون رو دوست داره میبینه. یا استاد بزرگوارم ایرج پزشکزاد، در این یه دفعه صدای نازنینش میاد پر از محبت، پر از مهر. و شما جوونا که مرتب همراه ما هستین، پیام میگذارید. در میان پیام ها یه چند پیامی بود برای دوستان و همکاران من بود، من مستقیما همه رو برای خودشون فرستادم. برای جمشید چالنگی عزیز بود، برای ناصر شاهین‌پر نازنین، برای آقای اسداللهی، برای آقای سفریان، دونه دونه اینا که حتما برای خودشون میفرستم که خودشون گوش بدن و اگر لازمه پاسخی بدن، بعد ما در اینجا بخشی رو داشته باشیم. میخوام، قبلا هم گفتم بهتون، هر هفته با توجه به اون فردی که مورد خطاب قرار میگیره، او رو حداقل روی تلفن یا اسکایپ داشته باشم، همون موقع بتونه پاسخ بده. یه خود کار تکنیکی داره، اینم انجام میدیم که حتما این کار رو بکنیم. داریم دو برنامه تازه آماده میکنیم، انشالله به زودی اونا رو خواهید دید. در مورد ساتلایت هم شرمنده شما، قول داده بودم و امکانات رو پیدا نکردم هنوز. یکی از مشکلات اینه که مثلا یاست برای اینکه من بتونم اونجا برم 3 ماه رو باید پیش بدم. برای من خوب مشکله، ما یه بودجه محدود و مشخصی داریم و 3 ماه جلو دادن رو نمیتونیم. یا هاتبرد خیلی هزینه رو بالا میبره. چون من نمیخوام تصویر بد ببینید، ساده است، میتونم بگم بله با 1 مگابایت مثلا تصویر بدیم به شما. خیلی از این تلویزیون ها میکنم، من نمیکنم. تصویر باید فاخر باشه، بنابراین باید 3 مگابایت باشه. وقتی میری روی 3 و 4 هزینه خیلی زیاد میشه. دعا کنید که بلیط بخت‌آزمایی ما ببره. جمال بزرگزاده همیشه به من میگه، میگه اگه بلیطم برد، به خصوص این مال اروپا رو که همیشه میزنه سر به 10 میلیون میزنه، میگه مطمئن باش هم رو هاتبرد میریم هم رو یاست. امیدوارم مگه همچین چیزی بشه. خب بگذار جمهوری ولایت فقیه داستانای خودشونو ببافن، مهم نیست. مهم اینه که در صدای شما حتی اگر انتقادی باشه ذره بیمهری نیست، همش مهر. میریم گوش میدیم به پیام های شما عزیزانه. استاد عزیز، جناب آقای نوری‌زاده، آقای خامنه‌ای در اواخر رهبری استالین به شوروی رفته و 4 سال دوره دیده. میخواستم بپرسم دوره آخوندی دیده یا دوره های دیگر یا اطلاعاتی؟ تشکر. چند مرتبه هم این سوال از شما کردن، جواب نشنیدم. خداحافظ. چرا دوست من؟ من جواب دادم. من نمیدونم شما احتمالاً اون مورد رو نشنیدید. در متن برنامه هم اشاره کردم. تا
اونجا که من آقای خامنه‌ای رو میشناسم، چون با پدر منم آشنا بودن و از خیلی خیلی دور میشناسم ایشون رو، من چنین مطلبی رو اطلاع ندارم و درست نیست به نظر من. حرفایی زده شده، مطالبی نوشته شده، گفته شده، ولی من تا اونجایی که میدونم، مگر اینکه قاعدتا باید اون 3.5 سال باشه که من ایران نبودم، تا اونجایی که من ایران بودم آقای خامنه‌ای رو میدونستم کجاست، حتی در زمانی که در ایران شهر تبعید بودم، و من چنین چیزی ندیدم. هموطن بعدی. الو سلام آقای میرزاده، اول تو دنیا تکی، درد بلا بخوره تو سر من. این نظر که این دنیا آقای میرزاده، دوست دارم که دوست دارم شارعم رو برات بدم، دوست دارم کلیه هم رو برات بدم، دوست دارم جیگرم رو برات بدم. تنها کسی که تو این دنیا فکر ایرانه، فکر مردم خودتی. من کوچیکم، من نوکرتم، من غلامتم. ایشالله یه روزی یه ایران، من خودم رو جلوی تو قربونی کنم، من خودم سرم رو جلوی تو میبرم، اگه نبریدم شرف ندارم، اینقدر دوست دارم، فدای تو بشم. در از این آقای میرزاده، این آقای حیات باشی یه دفعه با آقای خلخالی و آقای منتظری راجع به این کشته 67 مصبه کرده بود، شما یه بزرگواری بکنید، اگر میتونید اون گزارش و اون مصاحبه رو یک کاری کنید به دست بیارید، تو این تلویزیونتون بذارید، مردم بازم روشن بشن، فداد بشن آقای ریز. سپاسگزارم عزیزم، متشکرم. من یادم نمیاد آقای خیاط باشی این کار کرده باشه، فکر میکنم آقای مهری بودن که با خلخالی صحبت کردن، فکر میکنم درست تا اونجایی که حافظه یاری میکنه. هموطن بعدی. خیلی ممنونم از محبت و دنی، اینقدر خجالت میدی منو، خدا نکنه، انشالله بیام دست ما رو بگیری، تهرانی رو که دیگه نمیشناسیم ببری گله به گله نشونم بدی، ببری من امیریه، ببری کوچه ورزشگاه خونه پدر بزرگم میزا عبدالله چیتگر پدر مادرم، برم مدرسه ایران رو ببینم. بله، هموطن بعدی. که سلامت باشین، فقط میخواستم با آقای نوریزاده بگین که این همه که پول ور میدارن، یه مرد پیرمرد 90 ساله که همین روانیه، همین فراموشی داره، حقوقش رو قطع کردن، گفتم باید خودش بیاد. آخه بگوین این دنیا تو رو خدا جونم، بچه ها توی تلویزیون بگو، بگو آخه ما چند رقاص که به این بیچاره بدبخت میدین، باید این ور دارن ببرن نشونشون بدن، جنازه شو ببرن نشون بدن، خیال میکنن این مرده. قربونتون برم، فداتون بشم، به همه تون سلام میرسونم، ایشالله سلامت و خوب و باشین، رو همه رو میبوسم. سپاسگزارم هموطن من، بانوی گرامی. تو این سرزمین، تو این کافرستان به قول اینا، افرادی که به یک سن معینی میرسن، 60 سال 65 سال سنین دارن، اینا برخوردار از پنشن میشن یا حقوق بازنشستگی. مثل ایران نیست، یعنی اگر فرد خودش در دوران کار کردنش اون پنشن رو نپرداخته باشه، حقوق بازنشستگی خیلی مختصره، ولی اگر داده باشه بستگی به مقداری که پرداخت کرده یا اگر یک بازنشستگی مخصوص خریده باشه بهش تعلق میگیره. به هر روی، چه اون چه این، از یه سن معینی شما شماره حسابتون رو میدید، اونا به حساب شما میریزن تا زمانی که خانواده مثلا اطلاع بدن بگن ایشون درگذشت شده دیگه نیست، قطعش میکنن، یا 2 سال 3 سال یه بار میان یه سر میزنن ببینن طرف زنده است هست نیست. اینا کافرستانن. در سرزمین پاکان، در سرزمین آدمهایی که میلیاردی میدزدن، پیرمرد 90 ساله باید پاش بره خودشو نشون بده، که به قول این بانو چندر غاز بهش پول میدن. چه کردن اینا با ما؟ با اعتماد ملی چه کردن؟ با باور ملی چه کردن؟ چیزی ازش باقی نمونده. هموطن بعدی من. علی تو میرزاده،
من خیلی خلاصه بگم، در طول این چندین سالی که من خارج از کشور بودم، مثل خیلی از ایرانیانی که اعتیاد پیدا کردن به بحث‌های سیاسی و تلویزیون‌های سیاسی، میدیکنت‌های سیاسی، سریال‌های تلویزیونی که به خور ما آدن در طول سال‌های گذشته، علاوه بر این که ما مردم رو بی‌انگیزه کردن، هیچ ما نمی‌دونیم اینا با چه زبونی صحبت می‌کنن که فقط خودشون می‌فهمن، ما هیچی نمی‌فهمیم. و این سخنان و این گفتارا و این آدم های تکراری آقدر دیگه ماها را اذیت کرده و فکر ما را از بین برده که نمیدونیم به کی اعتماد بکنیم، هر کی رو گوش بکنیم، کی حقیقت میگه، کی دروغ میگه. به هر حال، ولی با توجه به این سابقه مدت کاری که من با این رسانه خبری بودم، من فکر کنم که به جرأت اگر آمار تلویزیونی بگیرید، یکی از بهترین برنامه‌های تلویزیونی که خیلی خیلی خلاصه و جمع جور شده تمام مطالب روز و ماه و سال و تمام سال‌های گذشته جمهوری اسلامی رو خیلی واضح و به صورت خلاصه مطلب رو بیان می‌کنن، من فکر می‌کنم برنامه آقای دکتر لاجوردی برنامه بسیار بسیار خوب در وقت خیلی کم، مطالب بسیار عالی و گفتار بسیار شیرینی که از زبانش رو پخش میشه، خیلی خلاصه با درایت خیلی خوب، با سخنان خیلی خوب، ما هم چیزایی رو از ایشون یاد میگیریم، هم میفهمیم و هم درک درستی از مطالب ایشون دارید. امیدوارم که آقای دکتر لاجوردی هر جا که هست موفق باشن. حیف که امثال آقای دکتر لاجوردی ما در ایران کم دارید، البته خود شما نمونه دیگه این هستید. خیلی ممنون. سپاسگزارم دوست من. مطمئنم دکتر حسین لاجوردی، دوست و همکار عزیز من، از اینکه چنین مورد توجه شماست خوشحال خواهد شد. همه ی تلاش ها برای اینه که عزیزانی مثل شما توجه کنن به این حرف ها. لاجوردی هم یک عمر رو بر سر این کار گذاشته. من باهاش بودم، روزهای زیادی رو با هم زندگی کردیم، تو کنفرانس ها، سفر ها، و میدونم چه سختی هایی هم اون کشید. هموطن بعدی، سلام، روزتون بخیر. من دکتر مصلحی هستم، شهناز مصلحی. میخواستم که ایمیل آقای علیرضا نوریزاده رو داشته باشم، مگر ممکنه؟ تلفن من تلفن رو اعلام نکنید سرکار خانم دکتر مصلحی، و ایمیل من هم که میتونید به contact@iranfarda.com به اون برای من ایمیل بفرستید و بسیار خوشحال خواهم شد. سپاسگزارم ازتون. هموطن بعدی، سلام علیکم آقای نوریزاده. خواهش میکنم گفته های منو پخش کنید. میخوام به شما بگم که چرا اینها رئیس جمهوری انتخاب میکنن؟ والا احمقی کسی که بره رأی بده رئیس جمهور انتخاب کنه، برای اینکه همه کاره علی خامنه‌ایه. امروز رئیس جمهور یه ایده ای میده، فردا علی خامنه‌ای میگه که نه اینجا نباید بشه. یارو شب خوابیده، صبح درجه جنرالی رو دوشش دیده، میگه رئیس جمهور داره بی خودی حرف میزنه، باعث سری میدونم فلان بشه و ایره بشه. آخه کجای قانون، کجای مملکت اینطوره؟ واقعا واقعا ما چقدر احمد میریم رای میدیم. آخه رای برای چی؟ همون رای همون بلایی که فقی کافیه برای ایران، خیلی هم کافیه. دوست من، یه نکته رو براتون بگم. هیچ رژیمی در دنیا، در بدترین کشورهای دنیا، دوچار این شترگاف پلنگی نیست که در جمهوری ولایت فقیه است. از یه طرف اسمش جمهوریه، یعنی جماهیر مردم، توده مردم رئیس نظام رو میرن انتخاب میکنن برای 4 سال، 2 دورم بیشتر نمیتونه رئیس جمهوری باشه. این آمریکا، این فرانسه، این خیلی کشورهای دیگه. اما 25 میلیون مردم هم بهش رأی بدن مثل آقای خاتمی، تا
مقام معظم رهبری تنفیذ نفرمایند ارزشی ندارد. در رژیم های سلطنتی مردم انتخابات رو برگزار میکنن. الان مغرب حزب عدالت توسعه برنده شده، کابینه تشکیل میده، میره به پادشاه، وزراشو معرفی میکنه. در چارچوب یک نظام سلطنتی اگر مشروط هم باشه به این صورت عمل میشه. در نظام های جمهوری هم نخست وزیر عهده‌دار کار اجرایی است. اگر ریاست جمهوری باشه مثل فرانسه، رئیس جمهور داره اقتدارات بسیاری مثل امریکا. اگر نظام پارلمانی صرف باشه، رئیس جمهور تشریفاتیه مثل هند، مثل اسرائیل، مثل جاهای دیگه، فنلاند مثلا. بنابراین این نوع رژیم جمهوری اسلامی شترگاف پلنگه، چون یک نهاد منتخب داره به نام رئیس جمهوری، یه نهاد غیر منتخب داره به نام ولایت فقیه. حالا اینا میگن آخر منتخبه، نه، اینش هم شترگاف پلنگه. مجلس خبرگان متشکل از 86 نماینده است که این نمایندگان رو شورای نگهبان باید صلاحیتشون تایید بکنه. شورای نگهبان مؤلف از 6 فقیه منتخب ولی فقیه است که صرف عضویت در شورا، یعنی ما 10 میلیون تومان حقوق، 1 میلیارد تومان وام، اتومبیل راننده، 4 محافظ و منزل مصادره یکی از بزرگان رژیم گذشته، یا پول میدن براش میسازن. این شورای نگهبان منتخب ولی فقیه کدوم فقیه رو میخواد انتخاب بکنه؟ انتخاب کرد، با 1100 رأی میره تو مجلس خبرگان تو ملت 80 میلیونی. پس این دیگه منتخب نیست. بعد نمایندگان مجلس خبرگان نوکرشن. شما از روز تشکیل خبرگان به ویژه در این 27 ساله یک بار واژه‌ای در خبرگان شنیدید علیه عمل کرد آقای خامنه یا انتقاد از او؟ یه دستقیب که حرف زد باش چیکار کردن؟ محمد جواد حجتی کرمانی و علی آقا خدا رحمت کنه اون برادر نازنینشون نذاشتن بیا تو مجلس. همون اولش آقای خمینی خبرگان قانون اساسی زنده یاد دکتر قاسملو رو نذاشت بیاد. میخوام بهتون بگم این دکان یک دکان عجیب غریبی است. این دکان دکان بی‌اعتباری است که بی‌اعتباریه که سر مردم فریب میده. مردم بیان رأی بدین که ولی فقیه پوزشو بده، بیان در مجلس رأی بدین که رسایی نماینده بشه، کوچک زاده بشه، الیاس نادران بشه. هموطن بعدی، سلام علیکم. ببخشید فرامرز هستم، مجددا باهاتون تماس میگیرم. فقط میخواستم بگم که این خانم گورافرید، این آقای ماشاءالله عباس‌زاده، they're all great people and they're doing their jobs very perfectly. And چرا مردم از شما بهونه میگیرن آخه؟ آخه این مردم چشونه مگه؟ این مردم همین تلویزیون ایران رو باید تماشا کنن و بس آخه، که هیچ پخش نمی کنه، چیزی به درد بخوره. البته سپاسگزارم دوست عزیزم، ممنونم. نمیدونم چرا یه تیکشو به انگلیسی گفتی. اشاره فرمودن که برنامه خیلی عالی و بسیار خوبه. سپاسگزارم دوست من. هموطن بعدی، درود به مدیران و کارکنان محترم ایران فردا. عرضم این بود که خواهشم این بود، البته آقای ماشاءالله خان عباس‌زاده که اخبار رو اجرا میکنن زیر حسوشون وقتی که ماشاءالله رو میزنن کلمه الله رو یه علف میزنن کنن. اینه ممکنه بفهمین که دلیلش چیه و چرا این کار میکنی؟ اگه اسمش الله، خب الله دیگه مثلا با چیز دیگه فرق داره.
خواهش میکنم که در این مورد یا اصلاحش کنین یا نتیجه رو توی عرض کنم تا اخبارتون همون ایشون بگی که چرا. خیلی ممنونم دوستتون، امیدوارم که مزاحمتون نشده باشه. خواهش میکنم، سپاسگزارم. این انتخاب خود آقای ماشاءالله عباس‌زاده بوده. قاعدتا در نوشتاری در مطبوعات و غیره اون الله و الف و سه تا نقطه میگذارم، میگم مبادا این بیفته زمین توهین بشه و غیره، ولی در تلویزیون درست معنا نداره. من متوجه این عمل نشده بودم، پوزش میخوام و حتما این کار رو خواهیم کرد، درستش میکنیم. سپاسگزارم. هموطن بعدی. با سلام، از ایتالیا هستم، از آقای نوریزاده ضمن سپاس از برنامه‌شون تقاضای داشتم که اگر واسهشون ممکنه در ارتباط اون ماجرای قتلشون توسط درخواست آقای مسعود رجبی در بغداد اون سالهای حاکمیت صدام لطفا اگر بتونن به تفصیل در یک برنامه جداگانه بپردازن. با سپاس بیکران، روز شب حمیدی شما خوش باد. سپاسگزارم دوست من. هر بار من در رابطه با آقای رجوی و رهبری ایشون صحبت کردم یه هفته خلاصه شروع کردن دستگاه وزارت انتباعات مسعودی، شروع کردن حملات عجیب غریب تو تلویزیونشون، روزنامه هاشون، سایت هاشون. اشکالی هم نداره، من فقط نگران اون باقی مانده هایی هستم که طفلک رو تو عراق رها کرد آقای رجوی، خودش مشغول عیش و نوشه، و این 2000 و اندی انسان هایی که جوانی باختند و با درد ساختند چطور زندگی میکنند. از آقای محمد شمس هم تعریف میکنیم که هنرمند برجسته است، مجبورش میکنن 2 صفحه بنویسه ناسزا ببنده، چون ایشون رو خواستم از رهبر بزرگش رجوی جدا کنم. که واقعا دردمون یکی دوتا نیست، چه بگویم، ولی فقی دوتا داری، یکی در کار، یکی در آرزو، در رویا. بگو هموطن بعدی من، چه داری در دلت؟ آقای دکتر استاد، سلام عرض میکنم. پرازیت های لعنتی جمهوری اسلامی از این هفته شروع شده، کانال شما خیلی زیاده، به حدی که محسن برنامه های شما به خصوص خانه پدری و اصلا نمیتونیم ببینیم. امروز یکی از مبارزان خود رو داده که من متاسفانه اسمش میارم رفته، خیلی هم هست به همه ایشون رو ببینم، نتونستم ببینم ساعت 7 بعد از اون. اگر هم که ساعت 3 شب بیدار میشستم بفرم 3 شب پرازی دیدم این ناچه با مهدا اتشانشی از اسروب ها همینطور. شما همینطورید که اتفاید به ماهورت رو روی یه آسط هم ببرید داره ببینید که روی یوتی اسط هست که برای ایران و اروپا هست، روی آسط هم ببرید هم تو خرجش زیاده، ولی این وقت خیلی تبلیغات گستری روش دو شبکی شبکی سوال امریکا بیگه ای و ایران فردا پرازید میدازن. اصلا برنامه های جمشید چالنگی تقصیر خبر هم قابل دیدن و پخش نبود. تا تکرار ایست که پنجره صبح و یکونی برنامه شنبه هست ما اصلا نمیتونیم ببینیم. از برنامه های شما محرومی میدست کنیم. خیلی ممنون، بابت که عبدی هستم از دیگر. ممنونم علی عزیز، سپاسگزارم. چه کنم، من واقعا شرمندم از شما، دلم میخواد ولی واقعا امکانشو نداریم. حالا نمیدونم، شاید یک هموطن خیر، یک انسان دلسوزه وطن پیدا شد این ماجرای یاست رو حل کرد، امیدوارم. به هر حال این امکانات محدود اجازه پرواز بیشتر به ما نمیده. واقعا دلم میخواد تو خونه همه تون با روشنی باشیم. اونجوری پارازیت میدن که اعصاب تو خورد میشه. میدونم، من میدونم این رژیم جهل و جور و فساد کاری روزی نداره، پارازیت بده که صدای ما به شما نرسه، نمیدونه.
بچه های دانشگاه ضبط میکنن، بین هم توضیح میکنن، نمیدونه با تلفن چه جوری برای هم میفرستن. اب نداره. هموطن بعدی من، من عرض سلام، خسته و خسته نباشید. در مورد برنامه های شاهین پرور میخواستم مطالبی رو خدمتتون عرض کنم. آقای شاهین پرور، آقای شاهین پرور در برنامه های خود به نام ریشه های کهن این مرز و بوم متاسفانه سمت و سوی برنامهش به این طریقه که ترک ها رو بکوبه، همین ترک ها بودن، شاه اسماعیل سامانی بودن، سامان اغلاره، که بعد از دو قرنمی سکوت در این جغرافیایی به نام ایران و ماوراء النهر و افغانستان فعلی حکومتی رو به وجود آورد و این زبان دری فارسی امروزی رو زبان رسمی مملکت خودش و به ادیبان و دانشمندان بها داد. و بعد از اون سلطان محمود غزنوی و بعد از اون سلجوقی ها و بعد از اون خوارزمشاهی ها و بعد از اون که مغول ها اومدن و بعد از اون صفوی ها و اینا در دوران این تاریخ رو چرا میخوان حذف بکنن از تاریخ ایران؟ اینها بودن نذاشتن فرهنگ این ملت، زبان این ملت عربی بشه. اینها نگردشتن، این حکومت ها بودن که نگردشتن. و گردم اگر ما از مصر قوی تر بودیم و اگر از مراکش، مغرب، تا کجا ببین اینا زبان عربی رو، زبان و فرهنگ اینها رو از بین بردن و این فرهنگ زایگزین این کردن. چرا بایستی برنامه های اجرا بشه که امروزه ترکان امروز رو در ایران دلسرد بکنن؟ ممنونم دوست من، سپاسگزارم. هرگز آقای ناصر شاهین‌پر، ناصری که من 40 ساله میشناسمش، نه قصد اهانت به ترکا و نه قصد اهانت به زبان ترکی داشته. او داره تاریخ رو روایت میکنه. نمیتونه بگه آقا سلطان محمود غزنوی ترک نبود یا به ایران هم نیامد اینجا. شما ببینید غزنوی ها به سلطه سامانیان خاتمه میدن. اونا بودن که نخستین نهاد دولت ایرانی رو به صورت درست پایه گذاشتن. ولی سلطان محمود معلومه، این همه سخنور و شاعر و ادیب در دربارش بودن، به زبان فارسی علاقه من بود، همینطور سلجوقیان، همینطور خوارزمشاهیان. جذابیت این سرزمین بسیار بود. در مورد صفویه قصه به گونه دیگری است. ببینید، صفویه ایران یک پارچه کرد، در برابر امپراتوری عثمانی امپراتوری بزرگ درست کردن. در ایناش کسی تردید نداشت، شاه عباس یکی از بزرگترین پادشاهان ایران بود. اما جرائمی که شاه اسماعیل مرتکب شد از یاد نبریم. در همون شهر تبریز 80,000 نفر رو کشت، چون حاضر نبودن به خلیفه عمر توهین کنن، به خلیفه عمر، خلیفه دوم. در اصفهان چقدر کشت، در نقاط مختلف ایران. وقتی از او صحبت میشه به عنوان یه پادشاه دادگر ازش صحبت نمیشه. یا در زمان شاه عباس زنده خاران داشتیم، یعنی آدمایی که مخالف بودن در یک چاله مینداختن و در اون چاله قبلا عده‌ای رو میذاشتن که روزها غذا نخورده بودن و اونجا اینها رو زنده زنده میخوردن. اینا رو ما داشتیم دیگه. با انصاف نگاه در این که ایرانیان آذربایجانی، ایرانیان ترک در اطلاع زبان فارسی نقش بسیار مؤثر داشتن شکی نیست. کسی مگه میتونه نظامی گنجوی رو انکار کنه؟ شمس مولانا رو، شمس تبریزی که تجلی عشق در مولانا بوده، و میگیم شمس تبریزی، کسی نمیتونه رو انکار بکنه. شهریار رو کسی میتونه انکار بکنه؟ و مفتون امینی نازنینم رو، درود بهش. هموطن بعدی، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای نوری‌زاده،
خیلی دوستتون دارم، از برنامه خوبتون استفاده زیادی میبرم، چهره شما به ما امید و به آینده رو زیاد میکنه. ازتون ممنونم و آرزوی موفقیت روزافزون براتون دارم. خدا حافظ شما. سپاسگزار بانوی گرامی، هموطن عزیز من، ممنونم از شما و از این همه مهرتون. هموطن بعدی کردم جناب آقای دکتر نوریزاده عزیز، از چون توی کانادا خدمتون تماس میگیرم، خواستم مجددا قدردانی کرده باشم از برنامه بسیار بسیار خوب شما و آموزنده شما هست. برنامه آقای مسعود اسداللهی بی نظیره بی نظیره بی نظیره. یک دنیا از شما سپاسگزاری میکنم از این که این فرصتی به ما میدید که از برنامه های اسداللهی رو ببینیم، از برنامه های خود شما جناب آقای نوریزاده، آقای چالنگی. منتها آقای چالنگی نمیدونم چه زمانی که تو صدای امریکا بود خیلی رو میابرد، افراد زیادی رو میابرد برای تفسیر خبرش، ولی الان خیلی کم این کار انجام میده و محدود هست. ما از دوستان مثل آقای دایی میخوان بیاد، نمیارن آقای دایی رو برای تفسیر خبر، نمیدونم چرا این کار انجام میدن. و به هر حال دوستان دیگه هم شماها داشتید در صدای امریکا، خوشحال میشم. به هر حال اصلا قصد گله نیست، من برنامه شما رو دوست دارم، سپاس گذارم و به امید یه ایران آزاد بدون ملا آرزوی همه ما. خدا نگهدار. فقط خواستم تشکر کرده باشم. درود دوست عزیزم، سپاس. حضور دست کنم این نیست که با آقای دایی یا دیگران نمیارن، نه اتفاقا تهیه کننده آقای چالنگی و خود آقای چالنگی در این زمینه خیلی تلاش میکنن تنوع داشته باشه و فکر میکنم توی یکی دو هفته اخیر شاهد این تنوع بودید و بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. گاهی اوقات خب دوستان ما گرفتاری دیگه ای دارن، همزمان در یه تلویزیون دیگه ان یا نمیرسن، در سفرن، همه اینا هست، ولی آقای چالنگی همیشه سعی میکنه که آدمهای تازه تری در برنامهش باشن و تهیه کنندش هم میدیدم در همین دو سه روزه یک فهرست جلوش گذاشته بود و مشغول بود و مطمئنن تفسیر خبر امروز یک برنامه پخته و جا افتاده است. و حالا اون زمان در صدای آمریکا بود، نوع دیگری بود، در خود آمریکا مهمان زیاد داشتن می آوردن و امروز در ایران فرداست. سپاسگزارم ازت. هموطن بعدی درود بر شما جناب دکتر نوریزاده عزیز. من برنامه‌تون با آقای چالنگی و آقای سازگارا داشتم نگاه میکردم، یه جمله زیبایی گفتین، گفتین که عربستان سوئدیا به خاطر مردم ایران و که زمان که آقای خاتمی رئیس جمهور بودن. واقعا هم جناب دکتر در زمان قبل از انقلاب خیلی برای کشور ما، برای مردم مون، به خاطر شاه و خیلی برمون احترام قائل هست قائل بودن و من فکر میکنم تو همین الان هم هنوز به خاطر زمان قدیم، چون احترام متقابل بود، اینا فقط به خاطر مردم ایران هیچی به اینا نمیگن، ولی اگر هر کدومشون بخوان اینقدر طول دارن که میتونن با رژیم قدس و سلیمانی و که خودی چه گوارا میدونه و آقای خامنه ای قبلا خودش فیدل کاسترو میدونست و بخشن قبلا کمیلو دست راست فیدل کاسترو میدونست، لباسش هم مثل اون میپوشید تو جبه روزای اول، بعد گفتن لباس عوض کن، الان هم فیدل کاسترو شده بدتر از اون. برای کشور، برای مردم ما خیلی احترام قائل هستن، اگر نبودن همین الان همشون مثل یمن و مثل جای دیگه عکسشون جمع میشد و با حسابی پاسدار رو و یه رژیم رو در می آوردن، فقط به خاطر احترام. ممنونم که این موضوع رو گفتیم، چه جمله زیبایی بود. خواهش میکنم دوست من، بذار یه چیزی برات بگم. هیچ پولی در جهان، هیچ پولی در جهان برای صراف سعودی قبل از انقلاب
زیباتر و بهتر از 1000 تومانی و 500 تومانی ایرانی نبود. خیلی پول ارزش داشت. زائر ایرانی میرفت 1000 تومن میداد، 500 ریال یا گاهی بیشتر میگرفت با 1000 تومن. الان 1000 تومن حتی 1 ریال بیشتر از 1000 تومن. 1 ریال یعنی 1000 برابر این رژیم پول ما رو آورد پایین. ارزش و اعتبار خدا میدونه. حاجی بدبخ الان میاد توی مغازه چونه میزنه، التماس میکنه، گریه میکنه یه تیکه پارچه بخره. اون زمان بازارهای مخصوص برای حجاج ایرانی بود که میمدن اونجا، اصلا مشتری دیگر رو نمیخواست، جنوب شرق آسیا رو نمیخواست، مشتری دیگر رو ایرانی میخواست. این رژیم چه بلایی بر سر ما آورد، چه بلایی. ده همین لندن تو کنزینگتون هر صرافی شما میرفتی 1000 تومن ایرانی میدادی، معادل قیمت بانک برات خورد میکرد، پوند بهت میداد. و یه وقتی هم قیمت پوند خیلی پایین آورده بود، 11 تومن شده بود. 11 تومن وقتی 1000 تومنی میدادی چی میگرفتی؟ بگذاریم. من در یه دهکوره اسپانیا تو آلکودیا 1000 تومنی دادم، قیمت بهتر از بانک به من داد. بله، پیام آخرین رو گوش میکنیم. امروز روز یک شنبه است و من الان دارم برنامه آقای مذر میخوام از وقت اسمایی یادم میره. در هر صورت ایشون در جواب یکی از آقایون گفتن که اون صفر که میگن در گویا در یه جایی خوندن چیز دیگه ای نیست، باید صفر خونده بشه به معنی فلان چیز، ولی این یک اشتباه بزرگه. صفر نیست، صفر یعنی کتاب. منظورشون صفر یعنی کتابه. اینو لطف کنید بهشون تذکر بدید، حتما اشتباه کردن. یک و درستانی در برنامه های بعدی من میگم تون دفعه اولی که به یه تلویزیونی تلفن میکنن، و در برنامه های بعدی اگر امکان داره بگوین که بابا این 28 مرداد کودتا بود یا نبود، که مردم بفهمن. آقای دوست من، شما انقدر به این تلویزیون لطف داری که نه اسم گوینده رو میدونی نه اسم برنامه رو میدونی، و اتفاقا اون برنامه خود من داشتم اجرا میکردم و درباره اسم آقای محمد صفریان بود و من گفتم، اشاره کردم مثل صفر پیدایش، یعنی در واقع فصل بندی که در تورات شده اسفار و جمعش هم اسفاره، در اونجا اشاره من بهش کردم. بله، خیلی هم ممنون از لطفتون که تذکر دادی، ولی دیگه اینو ما میدونستیم دوست من، شما بی لطفی کردید دقیق برنامه رو گوش نکردید. در مورد 28 مردادم هر کسی به هر حال به نوع برداشتای خودش به این ماجرا نگاه میکنه، و ما سعی میکنیم در تلویزیون ایران فردا تمام وجوه اندیشه در اینجا تجلی پیدا داشته باشه و همه بتونن هرچه در دل تنگشان هست بگویند بدون سانسور، ولی اون دو اصل طلایی رعایت بشه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا هفته دیگر همین ساعت و همین جا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.